کابینه پزشکیان با بحران‌های شدیدی روبروه. هر روز طیف‌های وسیعی از مردم ایران با برپای اعتراضات خواستار بازگرداندن حقوق به یغما رفته خودشون هستند. قطع برق بخش‌های وسیعی از کسب و کارها و صنایع کشور رو نابود کرده. حالا تو چنین شرایطی امروز هم قیمت نون به صورت رسمی افزایش پیدا کرده و روز گذشته هم عارف معاون پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین زمینه چینی کرد. ما چه کار باید بکنیم؟ ما چه سهمی داریم؟ آیا کالاهایی که با راندمان پایین مصرف سوخت بالا به مردم میدیم ما سهمی نداریم که اینا حل کنیم؟ اگر میخوایم مدیریت کنیم مصرف سوخت رو، ما امروز برای اشاره فرمودن 110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 130 که ظاهرا در روزهای اخیر تا 135 رو فکر کنم درسته 140 رسید. آخر کدوم عقل سلیمی میگه بنزین رو با دلار وارد کنید بیاد لیتر 1500 تومان بفروشید؟ فعلا هم هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنیم. دوره بلافاصله نگه که از دوره آقای عارف چیزی گفت که حالا فردا میخوام بازارسازی کنیم، نه، واقعیت های بخش را داریم مطرح میکنیم، نه حالا تصمیم برم. بله، آیا رژیم امکان گرون کردن بنزین رو داره؟ چرا با اینکه رژیم میدونه گرونی بنزین تبعات سنگینی براش داره اما همچنان به فکر افزایش قیمت بنزینه؟ همراه میشیم با آقای شهرام گلستانه، مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای گلستانه به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین و همراهمون هستین. ابتدا میخواستم اگه موافق باشین نگاهی بکنیم به خواسته های مردم و اون چه که خلاصه اقشار معترض در کف خیابون‌ها این روز دنبالشن. سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت همه هموطنانم. بسیار خوشبختم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. درود بر شما. نمیدونم این رو شما به عنوان سوال مطرح کردین یا نه در مورد خواسته های مردم. در صورت من شروع میکنم بعد طبعا در خدمت تو هستم اگر سوالی باشه که به اونها پاسخ بدم. ببینید، خواسته های مردم نه الان، از سالیان سال پیش بسیار روشن و واضح بوده، ولی من به الان و مسئله روز و کف خیابون میخوام بپردازم. در صدرش، این که میگم در صدر منظورم به خاطر اهمیت یا عدم اهمیتش نیست، به خاطر تبلور اینها الان اعتراضات سراسری پرستاران در سراسر ایرانه که خب میدونین مردم هم به حمایت واقعا بسیار قوی از پرستاران که اونها رو پرستاران سلامت میخونن برخواستن و میگن حتی در شعارهای دیگه که پرستار سلامت حمایتت میکنی و همینطور اقشار مختلف دیگه، بازنشستگان گرفته. روزی نیست، این شاید زمانی مثلا شاید با اغراق و طعنه بود که میگفتن روزی نیست، الان میخوام به صورت علمی و دقیق بگم روزی نیست که پرستاران، بازنشستگان، سایر اقشار، مال باختگان، اونهایی که پولشون رو شرکت‌های کلاش و دزد ماشین و خودرو خورده یا انواع اقسام قشرها و خلاصه طبقات اجتماعی که دست به اعتراضات نزنن و خواسته هاشون رو به بلندترین صورت مطرح نکنن. خب این خواسته ها چیه؟ خواسته ها خیلی روشن، طبیعتاً خواسته اولیه وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصاد، وضعیت زندگی روزمره شونه، ولی اینها به سرعت از اونجایی که همه به درستی، واقعاً مردم ما بسیار در این زمینه آگاهند، به درستی منشأ همه اینها رو خود رژیم و سیاست های غارتگرانه و دزدی و چپاول عوامل رژیم میدونن، به سرعت این شعارها از شعارهای صرفاً صنفی تبدیل به شعارهای سیاسی و علیه رژیم و شعارهای در واقع مداخله جویانه رژیم ایران، در واقع شعارهای ضد مداخله رژیم ایران در کشورهای دیگه و جنگ طلبی های اون میشه. خب شعارهای صنفی که خیلی واضحه به دلیل وضعیت اقتصاد که خود همین پزشکیان اومده اعلام کرد که اقتصاد نیاز به، در واقع باید گفت که کل رژیم نیاز به جراحی داره، ولی اومده اعلام کرد که خب این نیاز به جراحی های عمده داره. طبیعتاً وقتی که گماشته خامنه ای چنین حرفی رو میزنه معلومه که حرف مردم چیه،
خیلی واضح میگن سفره ما خالیه، یا میگن جنگ افروزی کافیه سفره ما خالیه. اتفاقا ارتباط این دوتا رو که رژیم و عواملش در تحلیل های مختلف سعی میکنن که از اون بگذرن و اینها رو به هم ربط ندن، مردم به خوبی اینها رو به هم ربط میدن و میدونن که خب علت مصیبت ها و بدبختی ها و مشکلات اقتصادی نه فقط سیاست های به قول معروف اقتصادی درون کشوریه، اتفاقا به دلیل کلان سیاست های ایران برباده کل رژیم از خامنه ای گرفته تا همه دستاندرکاران این رژیم واقعا خبیث و جنایتکار و ایران برباده هن. اجازه بدین من همینجا اشاره بکنم که ببینین حتی از قیام سال 96 گرفته تا قیام آبان 98 که الان شما به مسئله بنزین اشاره کردین که حتما بهش خواهیم پرداخت، ولی ببینین شعارهایی که اتفاقا نشون میداد که مردم ایران و هموطنانمون و اخشار و طبقات اجتماعی که اعتراض میکنن به خوبی میدونن که علت نارسایی در اقتصاد در واقع فقط سیاست های اقتصادی نیست، گویا که اونها هم طبعا از یک رژیم مستبد و دیکتاتوری چیزی بیشتر از این بر نمیاد، ولی از همون وقت میگفتن آقا سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن، یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. یعنی این در واقع سلسله مراتبیه که از قیام‌های گسترده و سراسری با اینکه اعتراضات با شعارهای صنفی شروع شده ولی به سرعت به شعارهای سیاسی و اینکه علت العلل همه اینها رو مردم، رژیم و سیاست‌های در واقع ایران بربادهش میدونن، فصل مشترک همه اینها در واقع آزادیه. در همین شعارهای اخیر یکی از شعارهایی که واقعا بسیار قابل توجه بود این که تن برود، این از طرف بازنشستگان بود، تن برود جان برود آزادی از بین نرود، یا همصدا هم پیمان علیه حکم اعدام، که این نشون میده که فقط دنبال منافع فقط صنف یا فرد خودشون نیستن، و اینکه اونها هم طبیعتا خواسته های بسیار برحق مردم ایران برای داشتن یک زندگی خلاصه عادی و بدون استبداد. بله آقای گلستانی، یکی از بحرانایی هم که بسیار مردم و این مدت زیادی که الان اذیتش میکنن این بحران برقه. میخواستم بپرسم که این بحران برق چه تأثیری روی کسب و کار و صنایع گذاشته؟ بحران برق یکی از بحرانهای این هم ادامه داره که در همین ماههای اخیر واقعا بسیار گسترش پیدا کرده، که اون هم دلیل اصلیش در واقع، حالا به دلیلش میپردازم، به سوال شما هم جواب خواهم داد، ولی دلیل اصلیش کماکان عدم سرمایه گذاری در زیر ساختهای واقعی و هزینه کردن در واقع میلیاردها دلار برای جنگهای خارجی به جای صرف اون برای زیر ساختهای داخلی و از جمله خلاصه راکتورهای تولید برق در داخل کشوره. ولی اینکه چه تأثیراتی روی زندگی مردم و کل جامعه گذاشته، تأثیرات اون بسیار فراتر از اون چیزیه که در نگاه اول آدم ممکنه فکر کنه. چون ببینید در زندگی معمولی و صنفی خب نگاه اولیه اینه که یک مقدار فقط نارضایتی ایجاد میکنه، در حالی که در واقع تیشه به ریشه اقتصاد میزنه. ببینید مثلا فولاد مبارکه اصفهان یکی از به اصطلاح مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران، خب یکی از مسئولینش اومد اعلام کرد که به دلیل قطعی برق 60% افت تولید داشته. ببینید عدد 60% در کشورهای توسعه یافته یه چیزی در حدود 4 یا 5% یا حتی 3% رو چیزایی که باعث میشه مثلا رئیس یه اداره عوض بشه، یا اون جایی که تولید خلاصه کم و زیاد میشه 10% بالا و پایین میشه، تحولات جدی رخ میده. این که به این صراحت و به همین روکی میاد اعلام میکنه که به دلیل قطعی برق، تازه علتش هم میگه به دلیل قطعی برق 60% افت تولید داشته، اونم در یک مجتمع صنعتی مثل مجتمع فولاد مبارک اصفهان، خب شما خودتون میتونین تصور بکنین که در صنایع کوچیک، در خلاصه به طور روزمره، در همونایی که حتی برای
نونوایی ها مجبورن از برق استفاده کنن برای تولید، برای خلاصه ایجاد کوچکترین چیزی که الزاماً نمیگم تولیدات بزرگ صنعتی، به صورت روزمره کسب و کار مردم تو بازار برای تولید یک جنس کوچیک همش با بالا و پایین. به علاوه این که برای اونهایی که دستی در کار دارن میدونن که تولیدات بزرگ، صنایع بزرگتر با هر قطعی علارغم همه به قول معروف فالبک ها یا اون چیزهایی که برای در صورت قطعی برق در نظر گرفتن، ولی هر گونه افت مثلا خط تولید تا به کار اندازی مجددش حتی اگه چند ساعت طول بکشه، حتی اگه نیم ساعت طول بکشه، این واقعا باعث میشه که اون نیم ساعت به طور واقعی نیم ساعت نیست، چندین ساعت باعث قطع تولید میشه. این ضربات جدی به اقتصاد و به مردم ایران و خلاصه در همه اقشار وارد میکنه و وارد کرده تا همین الان، به طوری که اتفاقا اعتراضات علیه قطعی برق این هم به صورت یکی از اعتراضات گسترده و سراسری در سراسر ایران تبدیل شد. بله آقای گلستانه، با این وضعیت پرفشاری که مردم قرار دارن و اعتراضاتی که الان شما هم بهش اشاره کردین، در کف خیابونا اصناف مختلف شاهدش هستیم که میان و اعتراضشون رو مطرح میکنن، الان امروز دیدیم که تو خبرامون هم بود که نون به میزان زیادی گرون شد، از طرف دیگه عارف هم معاون پزشکیان صحبت از گرونی بنزین و زمین چینی کرد، خود پزشکیان هم چند روز پیش باز روی این تاکید کرده بود که چنین طرحی رو میخوان اجرا بکنن. ولی به هر حال فکر میکنید این دوتا موضوع مشخص که بسیار برای مردم هم مهمه، فکر میکنید چه پیامدهایی داشته باشه برای پزشکیان و دولتش؟ من فکر میکنم پیامدهای غیر قابل علاج برای پزشکیان و دولت، من در واقع میخوام حتی پزشکیان رو فاکتور بگیرم، برای خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه داره. ببینین در آبان 98 وقتی که قیمت بنزین گرون شد، حتما به خاطر دارید که روحانی اومد گفت من اصلا خبر نداشتم، اولش اومد اینطوری شروع کرد، بعد خامنه ای وارد شد و بعد خب یه عده میگفتن که رژیم برای جلوگیری از، من اصطلاحات خودش رو به کار میبرم، اختشاشات قیمت رو برمیگردونه، ولی رژیم در بنبسته، از هر طرف در بنبسته. الان شما به قیمت نون اشاره کردید، ببینید این هم از اون چیزهای وحشتناک، نون یعنی دیگه قوت لات، چی میگن؟ قوت لایموت، بله. مینیموم چیزیه که یک خانواده، یک فرد فقط برای زنده موندن، اون هم در کشوری مثل ایران که سنتا اصلا به نون وابسته بوده یا به برنج وابسته بوده، بدون هیچ گونه گوشت که الان برای بسیاری از خانواده ها سالهاست حذف شده از سر سفره هاشون، واقعا دردناکه که الان اون رو رسما آمار و ارقامش که همین الان اعلام کردن چیزی بین حدود 30-40% افزایش قیمت نون، از نون تافتون گرفته، نون بربری، نون سنگک، یعنی دیگه مینیموم ها رو هم از همون شعاری که ملت میدادن سفره ما خالی، از همون خالی هم دیگه خالی تر کردن. واقعا دیگه آدم نمیدونه که در این زمینه چی بگه. پیامدهای بسیار گسترده‌ای داره. من فکر میکنم که مردم ما این رو بر نخواهند تابید، همونطور که سخنگوی مجاهدین هم اعلام کرد و مردم رو به اعتراض و خلاصه اعتراض سراسری علیه این فاجعه، اسمش رو من میذارم گران کردن نون، به اون فراخوان داد. واقعا فکر میکنم که مردم دیگه خلاصه طاقت نخواهند آورد در مورد قیمت نون. در مورد قیمت بنزین هم که البته این هم بی ربط به مسئله برق و قطعی برق و اینها نیست، ولی واقعا این وقاحت پزشکیان و عارف و اینها رو نمیدونم آدم چطوری جواب بده، که عارف اومد شما هم الان اعلام کردیم که عقل سلیمی نیست که ما بنزین رو دلاری وارد کنیم و بعد به 1500 تومان بفروشیم. بعد همون عقل سلیم و اون ژنورتری که خانواده اون اعلام می‌کردن به راحتی میگه که باید میلیاردها دلار رو به خارج بفرستیم، ولی ذره ای صرف حتی یک پالایشگاه بنزین در داخل کشور نکنیم، که ایرانی که روی دریای نفت نشسته باید بنزین رو از خارج وارد کنه. واقعا شرم بر شما باد.
آیا عقل سلیم به شما میگه که اون چهار مردم رو نشنیدید که میگن که خلاصه درآمدها ریالی، خرجها دلاریه و بعد حالا بنزین رو به رخ مردم میکشید؟ واقعا باید گفت شرم بر اینها باد. ولی طبعا پیامدهای بسیار گسترده‌ای برای رژیم و تمامیت رژیم خواهد داشت، همونطوری که در آبان 98 و قیام قهرمانانه مردم ایران در آبان 98 واقعا لرزه سرنگونی رو بر رژیم انداخت داشت. بله آقای گلستان، به عنوان آخرین سوال میخواستم این رو بپرسم که با توجه به این که خود رژیم میدونه که همین بنزین که الان شما گفتین تجربهش رو در آبان 98 داشت کشی شد، میدونه وضعیت مردم اینطوریه، حتی قالیباف چندی پیش گفته بودش که برخی از مردم نونو قسطی دارن میخرن، اما با وجود اینکه رژیم وضعیت جامعه رو میدونه، چرا باز داره میخواد اینو ببره بالا با اینکه اشراف داره چه تهدیداتی میتونه برای خودش داشته باشه؟ ببینید، همونطوری که اشاره کردم، مسئله برای رژیم حتی دیگه انتخاب بین بد و بدتر نیست. رژیم در یک بنبستی قرار داره که از هر راهی که بره، الان بنبست اقتصاد، همونطوری که خود پزشکیان به صراحت اومد اعلام کرد که نیاز به جراحی داره، ولی همونطور که باز واقعا مقاومت به درستی اعلام کرد، این اقتصاد نیست که نیاز به جراحی داره، این کل رژیمه که نیاز به جراحی داره. یعنی باید این رژیم رو برداشت، این قده سرطانی رو باید برداشت تا مردم به حد اقل خواسته هاشون برسن. در غیر این صورت همه چیز واقعا چیزی بیش از سراب نیست. اما رژیم راه پس و پیش نداره. یعنی همین حرفی که عارف زد، از یک طرف بیان کننده وقاحت این رژیمه، از طرف دیگه به هر حال به نوعی یک واقعیت رو نشون میده که رژیم الان دست و پا داره میزنه. برای چی؟ برای اینکه بتونه مینیموم نیازهای نیروهای نیابتیش رو در خاورمیانه و جاهای مختلف دنیا برآورده کنه، چون فردا همونها هم از همین رژیم طلبکار میشن و همین الان هم تا میزانی طلبکار شدن. انتقام سخت و اینا به کنار، مینیمم چیزهایی که به هر حال قول و قرارهایی که بهشون داده بود، موشکهایی که باید بهشون بده، چیزهای دیگه، مسائل روزمره شون، میبینیم در همین حینی که پرستاران شریف ما دست به اعتصاب و اعتراض میزنن، رژیم داره از کیسه مردم ایران برای کشورهای دیگه مثل عراق و اینا نمیدونم بیمارستان و کادر درمان و مسکن مجانی و اینا برای تأمین نیازهای نیروهای نیابتیش، وگرنه کاری به مردم نداره. اگه میخواست مسئله از مردم حل کنه که اول از همه از مردم ایران حل میکرد. بنابراین این که پرسیدید خب چرا داره این کار رو میکنه، آخه راه پس و پیش نداره. این کار رو هم نکنه خفه میشه به لحاظ اقتصادی، این کار رو هم بکنه به لحاظ اجتماعی و سیاسی خفه میشه و مردم اون رو خفه خواهند کرد. در هر صورت به قول معروف، از هر طرف که بره، این رژیم زبانی به جز زبان قهر مردم ایران در کف خیابون نمیفهمه و این رو مردم ایران به خوبی متوجه شدن. حتی در اعتراضهای صنفی، این شعاری که میدن فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، این رو واقعا رژیم تجربه داره میکنه، ولی راه پس و پیش در این زمینه نداره. بسیار سپاسگزارم از شما آقای شهرام گلستانه، مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، که همراه ما بودین. خیلی ممنون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما آقای گلستانه. بسیار ممنون که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. درود بر شما. خدا نگهدار.